از بهمن سال گذشته زندانیان سیاسی هر سه شنبه در برابر موج جدید اعدام‌هایی که رژیم به راه انداخته بود در کشور دست به اعتصاب می‌زدند در زندان‌های مختلف. اونها به اجرای احکام اعدام اعتراض داشتند و خواهان متوقف کردن این اعدام‌ها بودند. در نتیجه همونطور که در خبر هم شنیدیم رژیم برای حمله به زندانیان آماده میشه. در همین رابطه می‌خوایم با مهمان برنامه‌مون آقای مهدی عقبایی گفتگو کنیم، ببینیم که علت این اقدام رژیم و خیزی که برداشته برای سرکوبی چیست. آقای عقبایی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید. منم سلام میکنم به شما و سلام به خدمت بینندگان عزیز سیما. آقای عقبایی، همونطور که در مقدمه هم بهش اشاره کردم، موضوع در واقع حمله هست، علت وحشت رژیم از این حرکت ادامه دار زندانیان و از این حملات وحشیگری که میخواد انجام بده، چه هدفی رو دنبال میکنه رژیم به خصوص که در رابطه با زندانیان هستش؟ خب ببینیم، باید ببینیم که این اتفاق در چه شرایطی صورت میگیره. شرایطی که همین چند روز پیش رژیم سابله، این رژیم خامنه ای، یک ضربه استراتژیک دریافت کرد، ضربه کاری و اساسی. کی بود اون ضربه ای که خوردش و چه اتفاقی براش افتاد؟ کسی رو از دست داد که سالها براش برنامه‌ریزی کرده بود. از روزی که صحبت از یک دولت جوان حزب اللهی میکرد، خامنه ای برای رئیسی برنامه‌ریزی میکرد که اینو بیاره بر مسند قدرت بشونه و همسوی با خودش بتونن در مقابل قیام خط ببندن. رئیسی کی بود؟ رئیسی شناخته شده بود به عامل اصلی و فعالترین عنصر کمیته مرگ که قتل عام زندانیان در سال 67 رو انجام دادن به دستور شخص خمینی. تمام تلاش خامنه ای طی سالهای گذشته این بود و احساس و قصد و غرضش هم همین بود که با آوردن رئیسی و یک دست کردن رژیمش بتونه جلوی قیام خط ببنده. خب چی شد؟ سانحه اتفاقی پیش اومد و اون عنصری که سرمایه گذاری کرده بود روش و اون رو در واقع به کار گرفته بود برای بستن قیام ها، سرکوب قیام ها و کشت و کشتار، اون رو از دست داد. شما یک نگاهی به همین یک سال گذشته بکنین، حجم اعدام ها رو به طور بسیار بسیار عجیب و غریبی بالا بردن. اقدامات سرکوبگرانه‌ای که هر روز و هر جا از توی دانشگاه ها تا توی اقشار مختلف هر جایی انجام میدادن، اینا رو همه رو به وسیله رئیسی انجام داد. هیچ رئیس جمهوری در گذشته این رژیم نبوده که این میزان با ولی فقیه رژیم، چه در زمان خمینی و چه در زمان خامنه ای، همسو و یک دست. و چرا؟ چون به دلیل اینکه کسی بود که برای خودش چیزی نداشت، که تو این رژیم فقط و فقط با اعدام، سرکوب و قتل عام بالا کشیده بود. معروف بود توی بین مردم به شش کلاسه، به همین دلیل که هیچ عنصر صلاحیتی برای چنین منصبی نداشت، صرفاً به این دلیل بود. چنین آدمی رو از دست میده، حالا در شرایط بحرانی قرار گرفته. گفتیم اعدام ها، اشاره بکنیم به بیانیه‌ای که همین امروز عفو بین‌الملل صادر کرد و در این بیانیه گفته که 30% اعدام‌ها در سال 2023 افزایش پیدا کرده. 30% یک عدد بسیار بزرگ و سنگینی هستش. و چیز عجیب دیگه‌ای که عفو بین‌الملل اعلام کرده، گفته 75% اعدام‌های جهان در ایران صورت گرفته. اصلا عدد عجیبیه، یعنی واقعا مو بر بدن انسان سیخ میکنه چنین آمار ارقامی در سطح جهان، چنین اعدامهایی در ایران. تمام این کارا برای چی هستش؟ برای یک چیزه، وحشت و ترس خامنه ای از قیام.
این که تو داخل ایران، توی خارج هم جنگ افروزیاش و این همه جار و جنجال و این همه داستانهایی که پیش میاره، این همه صرف میکنه هزینه های مردم، پول مردم ایران رو صرف این جنگ افروزیاش میکنه، هیچ دلیلی نداره جز این که در ترس و وحشت از قیامی که در سال گذشته بود جلوی این خط ببنده. حالا اینو از دست داده. درسته. پس بنابراین رژیم و خامنه ای مشخصا وحشت داره از اینکه جرقه قیامی زده بشه، شعله قیام بالا بکشه. از هر چیزی میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، این از هر چیزی میترسه. الان دیده که خب چنین اتفاقی داره توی زندان میفته. اینها میان هر هفته در اعتراض به اعدام ها یک تجمعی، یک اعتصابی، یک اعتراضی برگزار میکنن و این نه اینکه یک بار باشه و تموم بشه، نه اینکه دو بار باشه، استمرار داره. هر هفته پافشاری و مقاومت میکنن. خب از این معلومه که وحشت داره و به دست و پا میفته. یوهو همه چی رو بسیج میکنه، شقب میکنه، آدم میریزه، میبنده، قرق میکنه که بتونه چیکار کنه، کنترل کنه، مهار کنه و نذاره این حرکت، این اتفاق به یک قیامی منجر بشه. درسته. الان شما هم در توضیحاتون ابتدا گفتین که در واقع وضعیت رژیم چه هست که الان این کارو میکنه و چه مهره‌ای رو از دست داده. فکر میکنید که با این اقدامی که مشخصا حالا انواع اقسام سرکوبی‌ها رو در پیش گرفته ولی در رابطه با زندان قزل‌حصار چه کار میخواد بکنه، تا کجا میخواد بره؟ ولی کمی هم در رابطه با این برامون توضیح بدید، در رابطه با این موضوع. ببینید، زندان قزل‌حصار یک زندانی هستش که بسیار بدنام، سابقه بسیار وحشتناکی داره از اعدام‌ها و قتل‌عام‌هایی که توش صورت گرفته. همین الانم اونقدر این زندان رو توش نفر زندانی پر کردن که طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده اصلا امکان استراحت ندارن. در اتاق‌های بسیار تنگ، اتاق‌هایی که 3x4 هستش، هر اتاقی مثلا 30 نفر جمعیت توش هستش. تعداد تختاش بسیار کمتره، نمیدونم 17 تا 18 تا تخت داره. بعد یه تعدادی میتونن رو تخت ها بخوابن، بقیه خودشون میگن، زندانی ها میگن کف خوابن، یعنی بیچارا جایی برای استراحت ندارن، میان روی کف زمین میخوابن. بعد امکانات غذایی، امکانات آسایش ورزشی واقعا صفره، به نحوی که به اصطلاح موادی که بهشون میدن حتی نون به اندازه این نیست که اینا در واقع بتونن سیر بشن. شرایط بسیار سخت و وحشتناکی تو این زندان حاکمه. خب رژیم با این کاراش میخواد وضعیت زندان رو کنترل بکنه. درست. از اون طرف کسی که گذاشتن رئیس این زندان یه فردی هست به نام سعادت رسول، که این کسی که در واقع این سرکوب ها و دستور این فشارها رو به زندانیان میاره، همین مشخصا حمله و هجومی که این بار میخوام بکنن، اینا تماما توسط فردی به نام سعادت رسول که مسئول حفاظت زندان هستش صورت میگیره. خب این چیه؟ این آدم کیه؟ عنصر دشقیمی که اونجا هستش، این خودش مسئول وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان هستش. یعنی تمام مواد مخدری که برای خلاصه فشار به زندانیان و برای خراب کردن زندانیان به داخل زندان صادر میشه، بیش از 90% توسط همین فرد وارد زندان میشه. خب برای اینکه اینا رو بتونه مهار بکنه و بتونه حتی کار خودش رو مشروع بکنه و فضایی برای این کار برای خودش باز بکنه، میره بازرسی میذاره موقع ملاقات ها، بعد فشار میاره به زندانیان، به خانواده ها، از این کارا، که در حالی که همه اینا توسط خودش و باندی که اونجا تو زندان ایجاد کرده و یه برادری هم داره که افسر نگهبان همین یکی از بندهای همین زندان هستش، توسط اینا صورت میگیره. این وضعیتی هستش که در این زندان هستش. ضمن اینکه خود این دو تا برادری که اونجا این کارا دستشون هستش و سرکوب میکنن زندانی ها رو، هر دوتاشون دوتا کارخونه دارن که زندانیان رو برای بیگاری به این کارخونه ها میبرن و
با حقوق بسیار بسیار ناچیز اینا رو به کار میگیرن، بیگاری میکشن ازشون. پس بنابراین اینا دو عنصری هستن، سرکوبگر دژخیم از عناصر مهره های شخص خامنه ای و رژیمش که میخوان فشار بیارن به زندانیا، کارشون همینه. درسته. کارشون کنترل وضعیت زندانه، از اون طرف با فرستادن وارد کردن مواد مخدر، از اون طرف با فشار و سرکوب و حمله و هجوم به زندانیا، از اون طرف با محدود کردن امکانات رفاهی برای زندان، غذایی برای زندان، کنترل کنن و نذارن مسائل داخل زندان به جایی کشیده بشه که احیانا اعتراضات و چیزی که سرمنشه و نقطه آغاز و شروع قیام هایی چه در خود زندان و چه در طبعا بیرون، اینا تأثیر زیادی توی جامعه داره. مثلا همین اتفاقی که الان افتاده، سخنگوی مجاهدین پیامی داده و بیانیه‌ای صادر کرده و از شهروندان و به طور خاص جوانای کرج خواسته که به کمک زندانیان بشتابند. خب تأثیرات اجتماعی زیادی داره. رژیم برای ممانعت از این تأثیرات و برای کنترل وضعیت دست به این اقدامات میزنه، ولی باید به رژیم گفت که ذهی خیال باطل، چون این فشارها، این سرکوبها، این محدودیت ها که برای زندانیا ایجاد میکنه، مگه تا به حال مانع از پیشروی این حرکات شده؟ مگه تا به حال تونسته با اینا جلوی قیام رو بگیره یا جلوی زندانیان رو بگیره؟ برعکس، اینها به عزم و اراده و ایستادگی و سرکشی و تهاجم بیشتر زندانیان و به تب مردم و جوانا افزایش میده و بیشتر میکنه و به ضد خودش بر علیه رژیم تبدیل میشه و حتما که در ادامه اینها در مراحل بعدی قیامهای در چشمنداز رو باید دید. بسیار عالی. میخواستم سوال سوم همین از اون سوال بکنم که شما خودتون در همین بخش توضیح دادید. ممنونم از شما آقای اقبایی برای همین فرصتی که دست اومد که بتونیم در رابطه با این موضوع مهم که هم اکنون خبرهای جدیدی داره به دستمون میرسه صحبت کنیم. ممنونم که با ما همراه بودید.